هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعی یا بیانیه داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه، برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی. هیچ کس، به همون زمان میگم، هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر باشه، گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشه که امروز اعلام میکنه. فعالیت‌های مجاهدین و مقاومت ایران چه در داخل و چه در خارج کشور برای دستیابی به صلح ادامه داشت تا اینکه سال 1166 ارتش آزادی بخش ملی ایران در مرز ایران عراق تأسیس شد. نفس تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران در خاک عراق که یک نیروی تماماً ایرانی بود، نامشروع بودن جنگ توسط رژیم خمینی رو نشون میداد. سربازایی که به زور به میدان جنگ اعزام میشدن میفهمیدن که این جنگ نامشروعه و در واقع انگیزه‌ای برای اینکه جنگی که خمینی برای حفظ حکومت خودش فقط میخواست دیگه نداشتن. ارتش آزادی بخش پس از تشکیل بالغ بر 17 پایگاه در داخل خاک عراق ایجاد کرده بود که اصلی ترین آنها به نام اشرف در 100 کیلومتری شمال بغداد واقع شده بود. بر اساس برآوردهای انجام شده، سازمان حدود 15 تا 20 هزار نفر را سازماندهی کرده بود. ارتش آزادی بخش در عملیات تهاجمی خود به پایگاه‌های رژیم آخوندی به سرعت رشد و پیشرفت کرد، به طوری که تنها در یک سال و چند ماه نزدیک به 100 رشته عملیات در سراسر نوار مرزی علیه پایگاه‌های رژیم آخوندی انجام داد. سازمان منافقین که وارد کارزار شدن، آرام آرام دیدیم که وسعت عملیات ها در واقع و دامنش گسترش پیدا کرد در جبهه در واقع میانی، در جبهه جنوبی و حتی در فکر میکنم خرداد ماه 67 بود که شهر مهران رو هم تونستن تصرف بکنن. فروردین 67 عملیات آزاد، ارتش آزادبخش لشکر 77 خراسان مستقر در منطقه غرب شوش را تار و مار کرد. جنگ افزارها، تجهیزات، مهمات و امکانات منهدم شده دشمن بالغ بر 100 میلیون دلار بود. خشم مداوم چون افروزد بنیاد دشقی من سوزد، خارا و سنگ سخت زمین را بر تابه آسمان دوزد، چون با نام سردارانش فرمیدن می آوازد بود نبود موج و سخت حریفش می غارد و می نادد. 29 خرداد 67 عملیات چچرا، ضربه ای بسیار بزرگتر بر ماشین جنگی رژیم خمینی. دو لشکر رژیم به طور کامل در هم شکسته شد. از میان 16,000 نیروی دشمن در این منطقه 8,000 تن از پای در آمدند، 1,500 تن اسیر شدند و 35 گردان منهدم گردید. کاروان عظیم غنایم چچراغ شامل صدها تانک و خودروی زرهی دارای ارزشی معادل 2 میلیارد دلار ارزیابی شد.